این یک افتضاح مسلم تاریخی بود به نظرم، چیزی که از بس دردناکه که باید روزها و ماهها دربارش حرف زد و غم خورد. به نظرم خبر انهدام این هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند ضد موشکی ایران دو مسئله رو نشون میده. یکی بیکفایتی مسئولین و جمهوری اسلامیه که بارها و بارها به ما ثابت شده توی سالهای اخیر، ولی متاسفانه هیچ کسی یادش نمیمونه این مسائل رو. و دومین مسئله این رو نشون میده که ایران ذره ارزش برای جون مردم خودش قائل نیست. اما بدتر از اون دروغایی بود که تو این 3 روز شنیدیم، دروغایی که نه اولین دروغ بود و نه آخرین دروغ خواهد بود. من به عنوان یک ایرانی اعتمادم کاملا سلب شده از مسئولین جمهوری اسلامی، از خبرگزاری های داخلی که اینقدر راحت دروغ میگن. من نمیدونم این اتفاقی که الان پیش اومده رو چجوری میخوان به قول معروف ماسمالیش کنن دیگه، چجوری میخوان بگم. من مطمئنم اگر که شهروندی از کشورهای دیگه تو هواپیما نبود، حتما میگفتن سقوط کرده و یه جوری جمعش میکردن قضیه رو. فقط افسوس میخورم بابت اینکه این همه خانواده داغدار شدن. الان ما فقط مبهوت موندیم که این سردار حاجی زاده هم میدونست که هواپیما رو خودشون زدن، اومد تو تلویزیون و از سیلی محکم سپاه به تروریستای آمریکایی گفت، یا اینم که فرمانده کله چی نمیدونست. به نظر من باید رئیس کل قوای ایران یعنی همون خامنه‌ای بعد مظرت خواهی بکنن، چرا که رئیس کل قوا مقصر میشه. سرباز چه گناهی در اگر مبنا رو بر این بذاریم که ایشون در این 3 روز بیخبر بودن که واقعا باید برای مردم ایران تأسف خورد، و اگر بگیم که با خبر بوده و توی این 3 روز سکوت کرده، هم دردناکتر و غم‌انگیزتر هستش. سریزو دارن به هزار جور نقشه ما این زوری به آمریکا زدیم، ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، الانشم والا اینجوری بود اینجوری شد. مگه مردم احمقن؟ هواپیمای مسافربری کجا؟ هواپیمای جنگنده کجا؟ مگه روی رادار نمیتونه تشخیص بده سایز اونو؟ نشون دادیم که دچار استرس هستیم، دچار عدم توانایی در شرایط در کنترل شرایط سخت هستیم و باعث سرنگونی هواپیمایی شدیم که اکثرش ایرانی بودن و در جریان پذیرفتن اشتباهمون ما دوباره دچار اشتباه شدیم و اشتباه رو نپذیرفتیم. فکر کردیم بقیه دنیا هم مثل ما فکر میکنن، کوته بینن، و باعث شدیم که دنیا نسبت به ما دید بدی پیدا کنه، ما رو انسانهای ضعیف، ترسو و متاسفانه دروغگو بپندارن.